مادرش گفت باید بکشمش با این شرط ازدواج من با شیما بود شهرام چون پسر خلافی بود همیشه برای خانوادهش مشکل درست میکرد واسه همینم مادرش گفت باید بکشمش با سلام دوستان به کانال جنایگرام خوش اومدید شما بیننده و شنونده یه پرونده ای دیگه از سری پرونده های جنایی ایرانی هستید مثل همیشه تا آخر این پرونده با ما همراه باشید اردیبهشت ماه سال 1400 پدر و مادر شهرام و 20 ساله به اداره آگاهی تهران رفتن و خبر گم شدن و پسرشون رو گزارش دادن. این زن و شوهر میگفتند پسرشون شهرام تازه یک هفته است که از زندان آزاد شده. اتهامش هم حمل و نگهداری مواد مخدر بوده. از دو روز پیشم یهو غیبش زده. شهرام چون بچه خونگی نیست وقتی یهو قیبش زد و جواب هیچ تماسیمون رو نداد نگرانش نشدیم. چون میدونستیم از پس خودش برمیاد. ولی وقتی دو روز گذشت و یکی از دوستای صمیمیش اومد جلوی خونه و سراغش از ما گرفت تازه فهمیدیم موضوع جدیه دوستش وقتی اومد جلوی در میگفت دو روز از شهرام اصلا هیچ خبری نداره دوستش شک کرده بود که شاید مریض چیزی و توی خونه است وقتی بهش گفتیم ما ازش خبری نداریم مونده بود که چی بگه میگفت هیچ کدوم از بچه هام هیچ خبری ازش ندارن و میگن ندیدنش تا اونجایی هم که من میدونم قرار نبود جایی بره وقتی دوستش خدافزی کرد و رفت ما موندیم و نگرانی برای شهرام. کاری از دستمون بر نمیومد تنها چیزی هم که به ذهنمون رسید این بود که حتما باز یه کاری کرده و افتاده زندان واسه همین هم اومدیم اداره پلیس تا پیگیر همین موضوع بشیم بعد گفته های این زن و شوهر از سازمان زندان ها استلام گرفته شد تا مشخص بشه زندانی با اسم و مشخصات شهرام داخل زندان های کشور هستش یا نه. برای خیلی زود جواب منفی این سلام به دست افسر پرونده رسید برای همین اسم مشخصات شهرام به عنوان گم شده توی سیستم پلیس ثبت شد و تحقیقات برای پیدا کردنش شروع شد مامورای پلیس از تمام ظرفیت ممکنشون استفاده کردند ولی هیچ اثری از این پسر 20 ساله نبود حتی بررسی لیست آخرین تماسا و آخرین جایی که گوشیش از آنتن گرفته بود هیچ چیز مشکوکی ها نشون نمیداد گوشیش آخرین جایی که ازش آنتن گرفته بود همون محله خودشون گفت. به گفته یکی از دوستش که آخرین بار دیده بودش میگفت شهرم شارژ گوشیش تموم شده بود. از من جدا شد تا بره گوشیشو بزنه به شارژ. بعد اون دیگه هیچ خبری ازش ندارم. تمام تحقیقات به بنبست رسیده بود. هیچ اثری از شهرام نبود. انگار آب شده بود و رفته بود توی زمین. شیش ماهی از گم شدن شهرام گذشت. یکی از دوستای شهرام خودشو به اداره آگاهی رسوند و گفت دیروز رفته بودم پیش یکی از کسبه محل که خرید کنم وقتی باهاش مشغول صحبت شدم بهم گفت آخرین بار شهرامو با میلاد دیده میلاد یکی از بچه معلامونه که رابطه خوبی هم با شهرام نداره با این سرنخی که دوست شهرام در اختیار مامورای پلیس گذاشت خیلی سری مامورای پلیس میلاد رو دستگیر کردن و به داره آگاهی آوردنش میلاد وقتی پشت میز بازجویی نشست با خون سردی خیلی زیاد شروع به جواب دادن سوال کرد. این بازجویی چندین ساعت طول کشید. چندین افسر بازجو شروع به صحبت با میلاد کردند. هرچی تعداد سوال از میلاد بیشتر میشد، میلاد جوابهای متناقض بیشتری میداد. همین جوابام هم باعث مشکوک شدن افسرهای پلیس شد. بالاخره بعد از دوازده ساعت بازجویی با رو شدن تناقضای خیلی زیاد میلاد دیگه راهی نداشت جز اینکه اعتراف کنه میلاد میگفت من شهرامو کشتم ولی مادرش دستور داد میلاد میگفت شهرام یکی از بچه محلهای خیلی لات محله ما بود هر جا دعوا و درگیری بود اسم شهرامم بود چهار سال پیش من با یه دختر به اسم شیما دوست شدم اون اوایل نمیدونستم شیما خواهر شهرامه چند ماهی که از دوستیمون گذشت تازه این موضوع رو فهمیدم من شهرام دورا دور با هم دیگه آشنا بودیم حدود سه سال از دوستی پنهانی من و شیما گذشت بالاخره جفتمون تصمیم گرفته بودیم با هم دیگه ازدواج کنیم شیما میگفت بعد اول با خونه آدم صحبت کنی و شرایط تو بهشون بگی اگه قبول کردن بعد با خونه بیا یه روز با مادر شیما قرار گذاشتیم بیرون از خونه و صحبت کردیم همه چی اوکی بود و برگشتیم خونه هنوز چند ساعتی نگذشته بود که دیدم گوشیم داره زنگ میخوره یه شماره ناشناس بود وقتی جواب دادم دیدم شهرام اصلا مهلت نمیداد من حرف بزنم یه سره داشت بهم فوش و بد و بیراه میگفت بهش گفتم بیا حضوری در موردش صحبت کنیم ما هم قرار گذاشتیم و رفتیم سر قرار ولی تا رسیدم شهرام اصلا مهلت نداد حرف بزنم شروع کرد به کتک زدنم دوستش جدامو کردن و شهرام هرچی از دهنش در اومد گفت و رفت شیما وقتی جریان رو میفهمه با شهرام بحثش میشه و شهرام چند روزی از خونه میره بیرون بعد این ماجرا چند وقتی رابطه من و شیما پنهانی بود تا اینکه مادر شیما یه روز منو رو کشید کنار و گفت از کاره شهرام خسته شدم هر روز یه دردسری برامون درست میکنه همش باید دنبالش توی این کلانتری یا اون کلانتری باشن به می گفت باید شهرام رو بکشی و کاری کنی که دستش خلاص بشیم اگه شیما رو دوست داری این تنها شرط ماست بعد این صحبتمون شهرام به خاطر حمل نگهداری مواد مخدر دستگیر شد و چند ماهی توی زندان بود. وقتی نبود همه چیز خیلی بهتر بود. حتی خانوادش هم شادتر بودن. مادر شیما میگفت باید کاری کنی که شهر شهرام برای همیشه از سرمون کم بشه. میگفت وقتی از زندان اومد بیرون توی ماشینش به قدری مواد جاساز کن که اگه معمول رو گرفتنش دیگه از دستشون آزاد نشه. چند وقتی گذشت شهرام از زندان آزاد شد ام وقتی آزاد شد مشکلات ما شروع شد شهرام به شیما گفته بود بیا با یکی از دوستام ازدواج کن دوست من انقدر وضعش خوبه که حاضر شب عروسی به دیدون 206 صفر کادو بده این حرفا رو که شنیدم به شیما گفتم میخوام مادرتو ببینم مادر شیما باز شروع کرد بهم پیشنهاد دادن چند تا راه بهم گفت یکیش همین جاسوس کردن مواد بود یکی دیگه هم این بود که یکی از دوستامو بذارم سر راه شهرام با هم دیگه دعواشون بندازم و به دوستم بگم تا جایی که میخوره از شهرام کتک بخوره بعدش هم بره شکایت کنه و شهرامو بندازه زندان راه بعدیش این بود که خودم بکشمش وقتی اینا رو بهم گفت یه روزی فکرم درگیر بود شروع کردم به عملی کردن گفتای مادرش اول از همه توی ماشینش مواد گذاشتم و زنگ زدم پلیس ولی قبل اینکه مامورای پلیس برسن شهرام از اونجا رفت و دستگیر نشد این نقشه شکست خورد به چند تا دوستان پیشنهاد کتک خوردن از شهرامو دادم ولی هیچ کدومشون قبول نکردن فقط یه نقشه مونده بود با خودم دست به کار می‌شدم راه دیگه ای نداشتم این تنها راه رسیدنم به شیما بود واسه همین از طریق شیما و مادرش هماهنگ کردم که با شهرام بریم بیرون روز حادثه با شهرام و مادرش قرار گذاشتم شهرام تا نشست توی ماشین بدون هیچ حرفی چاقو رو فرو کردم توی شکمش در ماشینم دستکاری کرده بودم که از داخل ماشین باز نشه شهرام از درد و خونریزی داشت به خودش میپیچید وقتی این سرنه رو دیدم خیلی پشیمون شدم میخواستم ببرمش بیمارستان ولی مادرش گفت اگه این کار بکنی باید قید شیما رو بزنی دیگه راهی نداشتم گفت برو به سمت های اطراف تهران راه افتادم به سمت فرودگاه امام خمینی بین راه توی یه جاده فرعی و خلوت یه کانال آب پیدا کردم وقتی وایسادم شهرام و کشون کشون بردمش کنار کانال شهرام هنوز زنده بود تمام باشو خالی کردم که هیچ وسیله شناسایی همراش نباشه شهرام انقدر خونت دست داده بود که دیگه خیلی بیحال شده بود بهش گفتم که این اتفاق به خاطر نقشه مادرت بوده بعدش هم با هم دیگه گریه کردیم و من همونجا ولش کردم و برگشتم توی ماشین رو برگشتم خونه. این حرفای میلاد در حالی بود که مادرش هر گونه دخالتی توی قتل شهرام رو رد میکرد. با این حال تا زمانی که ثابت بشه این زن توی بازداشت میلاد به جایی که شهرامو رها کرده بود برده شد. بالاخره بعد از شیش ماه جسد شهرام در حالی که داشت تجزیه میشد پیدا شد. اصلا نمیشد تشخیص داد که این جسد متعلق به شهرامه برای همین جسد به پزشکی قانونی منتقل شد تا از روی آزمایش دی این موضوع مشخص مو بشه میلادم توی همون محل پیدا شدن جسد شیبه قد و بازسازی کرد چون هنوز هیچ مرده که در مورد بیگناهی مادر شهرام به دست نیامده بود این زنم همراه میلاد راهی زندان شد چند ماه گذشت بالاخره روز محاکمه میلاد از راه رسید با شروع جلسه دادگاه پدر شهرام برای میلاد درخواست قصاص کرد این مرد میگفت من میدونم همسرم بیگناه میلاد داره بازیش میده چون هیچ مدرکی علیهش به دست نیمده. از طرفی من چندین و چند ساله دارم با این زن زندگی میکنم و میدونم جونش برای بچههاش در میره این مرد راست میگفت مامورای پلیس هیچ مدرکی برای گناهکار بودن و دست داشتن مادرش توی جنایت پیدا نکرده بودم. برای همین این زن از اتهامی که بهش وارد شده بود تبرئه شد نوبت میلاد بود که حقیقت ماجرا رو بگه میلاد میگفت شهرام برای رسیدن من به شیما یه مانع بود اب وقتی متوجه این موضوع شده بود که من با شیما دوستم نمیذاش ببینمش هر جا منو میدید میخواست منو کتک بزنه من کاری نکرده بودم تنها گناه همین بود که عاشق شیما شده بودم واسه همین باش قرار گذاشتم که مثلا باش صحبت کنم ولی نقشم کشتنش بود وقتی اومد نشست توی ماشین اصلا بهش مهلت ندادم پشت سرم بهش چاقو میزدم اگه این کارو نمیکردم حریفش نمیشدم بعدش که بیحال شد رفتم سمت یه کانال آب نزدیک فرودگاه امام جسد هم و همونجا ولش کردم و برگشتم خونه ما توی شمال یه ویلا داریم کلیدش رو برداشتم و رفتم شمال فردای اون روز شروع کردم آثار خونه توی ماشین پاک کردم توی حیات ویلا قشنگ ماشین رو با دقت شستم بعدشم برگشتم دوباره تهران و سعی کردم خودم و از همه چی بیخبر نشون بدم. شیش ماه تونسته بودم نقشم رو درست پیش ببرم و گیر نیفتم ولی بالاخره دستگیر شدم. میخواستم مادرشم گناهکار نشون بدم چون مادرش همیشه پشتیبانی شهرمو میکرد. ولی فایده ای نداشت و با تحقیقات پلیس مشخص شد که بیگناهه. بعد تموم شدن گفته میلاد قضات دادگاه این پسر رو به قصاص محکوم کردن. پروندن به دیوان عالی کشور رفت و حکمش تایید شد. در حال حاضرم میلاد همچنان توی زندان و حکمش اجرا نشده. تلاش پدر مادر میلادم تا این لحظه هنوز نتونست اولیه راضی کنه که بیان رضایت بدن. ممنون ازتون که تا این لحظه همراهمون بودین. حتما حتما نظراتتون رو پایین همین ویدیو برامون بنویسین. اگرم تا الان عضو کانالمون نشدین لطفا با عضویتتون ازمون حمایت کنید. شما میتونید با ارسال اتفاقاتی که برای شما یا اطرافیانتون افتاده به ما در ساختن ویدیو کمک کنید تا بررسی یه پرونده جدید حتما مواظب خودتون باشید